رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. سلام، بفرمایید. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من از اروپا تماس میگیرم خدمتتون. خانم 46 ساله هستم و دو تا فرزند دختر دارم، 17 و 13 ساله. در واقع چه مدتی است؟ ببخشید، چه مدتی است اروپا هستی؟ در کل من الان حدود 18-19 ساله که اروپا هستم. پس بچه ها اونجا متولد شدند و بزرگ شدند. بله. همسرتون ایرانی هستند؟ بله ایرانی هستند، ولی تقریبا بیشتر عمرشون رو به دلیلی خارج از ایران بودن، یعنی نزدیک به 35-36 ساله که اصلا ایران نرفتن. با اون وقت در همون کشوری ساکن بودن که مکنون شما هستید یا جای دیگه بودن؟ ما در واقع یه قسمت یعنی کشور دیگه بودیم توی اروپا، بعد جابجا شدیم و اومدیم الان توی کشور دیگه. الان حدود 10 ساله. پس 10 سال توی کشور تازه، ولی معمولا این کشورها زبانشون متفاوته، درسته؟ بله آقای دکتر. بنابراین فرزند مثلا 7 ساله شما وقتی آمد این زبان رو نمیدونست. دختر بزرگ من زمانی که اومدیم حدوداً 3 سال خورده ایش بود. یه مقدار طول کشید که ما رسماً جا به جاشیم، ولی چون خیلی نزدیک بود ما میرفتیم و میومدیم، یعنی ساکن نبودیم. و زمانی که ساکن شدیم دختر بزرگ من حدود 3.5 سال یا 4 سالش بود که در واقع ساکن این کشور شدیم. پس 13-14 سالش اومدید، نه 10 سال. خدمتتون عرض کردم چون ما از کشور همسایه اینجا اومدیم و این دوتا نزدیک به هم بودن. در واقع ما قبلش میرفتیم و میومدیم، اینجوری نبود که ساکن باشیم، ولی خب میتونم بگم که تقریبا شاید 6-7 ماه توی سال اینجا بودیم به دلیل کاری، دلیل کاری که شوهرم اینجا کار میکرد و ما تو اون کشور بودیم، ولی بیشتر اوقات اینجا بودیم. رسمن که ساکن شدیم نه متوجه هست. آخه من فقط برام مهمه چون وقتی بچه ها جا به جا میشن با زبان و فرهنگ آشنا نیستن، آسیبا از اونجا شروع میشه. همسرتون چند سالشون؟ همسر من حدود 56 سالشه. من از شما 10 سال بزرگتر. بله. اوکی، بسیار خوب. چه خبر است همکنون در زندگیتون و بچه؟ آقای دکتر، ما یه مقدار بسیار زیادی با بچه ها دوچار مشکل شدیم و این اواخر بسیار جدی شده، در حدی که میتونم بگم به ناچار ما یه مدت حتی خونه هامون جدا از هم بود. خونه کی؟ خونه من و خونه همسرم. یعنی ما جدا شدیم، من و بچه ها، و رفتیم توی در واقع خونه شخصی من. چرا؟ یه مقدار بسیار زیادی مشکل داریم ما بچه ها. اولا باید خدمتتون عرض کنم که همسر من بسیار زود عصبانی میشه و زمانی که یعنی اصلا در واقع جای گفتگو اصلا نمیمونه، فضای گفتگو ما نداریم، یعنی هر چیزی که به مزاقش یعنی خوشش نیاد شروع میکنه داد زدن، حواش زدن و گاهن فحاشی، و یه محیطی که اصلا دیگه محیط بحث و گفتگو نیست، یعنی هیچ گفتگوی دوستانه ای رو ما نمیتونیم ببریم جلو به صورت عادی و محیط خیلی متشنجه. بچه ها توی استرس بودن و به خاطر دعواهای ما، به خاطر این داد و بیداد های مقدار بسیار زیاد دچار استرس شدن، دچار ناراحتی شدن و کماکان این هنوز ادامه داره. من خودم سعی میکنم مثلا نکشونم جو رو تو اون قسمتی که بخوای مثلا بخواد به بحث و جدل بکشه، ولی متاسفانه اینجوری پیش میره. یه طرف خب بچه های ما بزرگ شدن و میتونم بگم که یه مقداری نظر من و همسرم فرق میکنه در رابطه با تربیت بچه ها. به عنوان مثال میتونم خدمتتون عرض کنم دختر بزرگ من الان حدود 17 سالشه در واقع، و از زمانی که دبیرستان رفته و حتی قبل از اون این بچه دوستی نداره، اصلا بچه من دوست صمیمی نداره، یا در واقع میتونم بگم هیچ دوستی نداره. یعنی وضعیتش یه جوریه که وقتی که میره مدرسه میاد خونه فقط همینه،
خارج از مدرسهش دیداری با ایش دوستی نداره، اگر بخواد دیداری داشته باشه حتی الان که مثلا 17 سالشه پدرش میگه که باید حتما مثلا اگه توی مرکز خریدم میخوام برن هم دیگر رو ببینم، من باید برم ببینم اون بچه کیه، این دوستش کیه، و بعد حالا مثلا یه ساعت بذارمش اونجا بعد برم دنبالش. چرا؟ خیلی از این قضیه. نه اگر من به همسرتون بگم عبدالله تو این نظر صداتون خوب بود، آهسته شد، شاید دور شدید از من، به شما میگم چرا باید یه همچین مواظبتی کرد، ایشون چی میگن؟ والا اتفاقا من خودم همین سوال امشب کردم و ایشون گفتن خب باید ببینی که اون کیه که بچه تو میخواد ببینه، یا با هم ده که یه وقتی یه آقای 35 ساله نباش. خب الان آقای 35 ساله بعد حال باشه چیکار میکنه؟ حالا دیگه اینا نمیدونم، ولی آقای دکتر ایشون که تو این کشور ایشون که تو این کشور بزرگ شدن چرا همچنان یه فرضی دارن که دختر ایشون تمام مدت به دنبال اینکه کار بدی بکنه، مردا هم توی محیط مثلا مال ها یا مراکز خرید و فروش در کمین نشستن که به صورت گرگ رو این بره بپرن؟ در واقع منظورشون حالا به طور قطع این نیست، تا اونجا که من اونقدری که میشناسم در واقع منظورشون اینه که چون جامعه خرابه. چرا جامعه خرابه؟ ممکنه من بگید جامعه کشور اروپای شمالی چیش خرابه؟ والا الان آقای دکتر اینجایی که ما زندگی میکنیم الان میتونم بگم که خیلی زیاد مثلا سرقت، چه میدونم قتل با حتی سلاح، خشونت، دزدی خیلی زیاد شده تو این سالهای اخیر و یه مقدار بسیار زیادی ناامن شده، اینو من هم قبول دارم. ولی نه آخه من نمیفهم، یعنی نه صبر کنید، آخه یه حرفای شما میزنید که یعنی الان در کشورهای اروپای شمالی مثل سوئد و نروژ و دانمارک و فنلاند قتل و سرقت و اینا زیاد شده، زیاد شده اصلا به نسبت جمعیت. یک دوم اینکه معمولا اینا مال خارجی هست متاسفانه، چون من آمارشو قبلا دیدم، یه مطالعه هم قبلا پیپری هم خوندم تو این کشورام که بودم اون زمانی که میرفتم 3-4 سال قبل فرابون میرفتم این پرسشو داشتم. ولی این سبب نمیشه که شما دختر 17 ساله رو در یک کشوری مثل سوئد یا دانمارک یا نروژ میخواد بره مال باش برید که شاید اولا قتل و سرقت و اینا با رفتن پدرش به مرکز خرید چه اتفاقی میفته. والا حقیقتا من خودم خیلی موافق نیستم با این، من بحث موافقت نیست، نه صبر کنید، بحث موافقت و مخالفت شما نیست، من میخوام ببینم که من با یه مقدار آدم واقع بینه مسئوله که در مسیر پرورش و تعلیم تربیت بچه ها با توجه به بچه ها و شرایط رو برسم، یا یه آدمایی در یه حرفایی که شما میسید در یه دنیای ذهنی خیالی یه چیزایی رو 50 برابر 100 برابر بد و بزرگ کردن که در الان در سوئد یا نروژ یا فنلاند یا دانمارک میزان دزدی و نمیدونم کشتن و اینا افزایش چش، مطمئنم آمارش هنوز یک پنجاهم جمعیت امریکا به نسبت جمعیت عرض کنم نیست، یعنی اگر اینجا 330 میلیون اونجا فرض کنید حتی 6 میلیونه یه پنجاهم امریکاست، حتی یه پنجاهم یه 500 امریکا هم نیست. ولی من برای اینکه بچه هم برن مال که نگران سرقت و دزدی و قتل نیستم، هستم؟ حالا حقیقتا که تماس گرفتم خدمتتون اینه که خب چند روز دیگه بچه من هم کلاسی هاش و دوستای مدرسهش در واقع یه جشنی ترتیب دادن و راستش رو بخواید تا به این لحظه تا به الان بچه من حالا وقتی خیلی کوچیک بود چرا گاهی وقتا تو این جشنه دوستانه میرفت، ولی تو این چند سال اخیر اصلا هیچ رابطه غیر مدرسه یا شاید نهایتا یه قهوهی که بیرون بخورن نبوده برای بچه من. امشب بچه من اومد و گفتش که من دعوتم توی مهمونی و به اصطلاح برای هالووین، گفتم خب کیا هستن، گفت بچه های کلاسمونن، با اون کلاس روبروی دو تو کلاس داریم و این جشن مال به اصطلاح یک از پسرهای مدرسه توی خونهشون برگزار کرده و دوستام هستن، این دوستام اون دوستام، حالا هم کلاسی هاشون.
من با پدرش که مطرح کردم گفت نه اصلا این چیز درستی نیست، ما نمیدونیم تو اونجا ممکنه که مواد استفاده کنم، ممکنه سیگار بکشم، ممکنه مشروب باشه و باید. من خدمتتون عرض میکنم در یه همچی جایی سیگار و مشروب و مواد احتمالا هست. حالا با چی کار کرد؟ شما پس چرا تو اروپا زندگی میکنید؟ راستش آقای دکتر من خودم همینو گفتم، به خاطر اینکه من بچه من خیلی راحت میاد برای من مطرح میکنه که من کاری ندارم بچه تون راحت دارم. شما بیرون مدرسه مثلا حشیش میکشن معلومه و این بچه اصلا دنبال این برنامه نیست. عزیزم من کاری ندارم نه شما چرا آخه من که دارم خدمتتون عرض میکنم. اصلا به پدرش بگید هست، میخواد چی کار کنید؟ مگر شما اومدید تو اروپا که بچه رو تو خونه با خودتون نگه دارید؟ بی خود اومدید. این بچه زمینه های ارتباطی و اجتماعیش چی میشه؟ میخواد چی ازش در بیارید؟ اینجا چی کار میکنید؟ من اینکه از یه ذره نم شدن بدنم ناراحتم، چرا رفتم یه محیطی که تمام مدت بارونیه؟ خب برم یه جای دیگه. من دقیقا خیلی نگرانم آقای دکتر، بخاطر اینکه میگم خب الان بچه ما الان 17 سال و شاید چند ماهشه و به زودی 18 ساله میشه و ما تا آخر عمر نمیتونیم دنبال این بودیم و استاپش کنیم و این بچه باید یاد بگیره که توی محیطی میره ممکنه همه چی باشه، ممکنه همه جور آدمی ببینه و یاد بگیره که خودش محافظت کنه. ولی نظر پدرشون کاملا برعکسه و میگه که تا زمانی که این بلوغ فکری نرسیده خب آدم باید جلوشو بگیره. همسرتون چی خوندن چی میکنن؟ همسرتون چی خوندن چی میکنن؟ همسر من مهندس هستن و دو تا مستر دارن در واقع. از کجا گرفتن اینا رو؟ از اروپا گرفتن. اوکی. فرزند چندم خانواده هست؟ ایشون در واقع پدرشون ازدواج های مکرر داشته و از طرف پدرشون فکر کنم فرزند دوم یا سوم، فرزند سوم هستن و از طرف مادری پسر بزرگ هستن، یعنی در واقع تنها فرزند مشترک پدر مادرشون هستن. و پدر مادر از هم جدا شدن در چه سنی؟ بله زمانی که خیلی کوچک بودن، 2 ساله بودن و ایشون پدر مادرشون در 2 سالگی فرزند تک بودن، جدا شدن با مادر بزرگ شدن، درسته؟ بله با مادرشون. بعد مادرشون ازدواج کردن یا نکردن؟ بله مادرشون ازدواج مجدد داشتن و یه خواهرم دارن از ازدواج مجدد مادرشون که با هم دیگه بزرگ شدن در واقع این دو. برحال نگاه و نظر همسرتون متناسب با محیطی که درش زندگی میکنین نیست؟ یعنی ما همچی دنیایی رو نداریم که بتونیم بچه ها رو از محیطی خارج از خونه و مدرسه بهشون اجازه رفت و آمدی ندیم، شبکه ای از دوستان نداشته باشن، ارتباطاتی نداشته باشن و بعدا بخوان اینا تو محیط اجتماعی زندگی کنن، برن درس بخونن، کار بکنن، ازدواج بکنن؟ بدون تردید اینا مناسب این دوران زمان نیست. درست پس که ما ترس داشته باشیم دخترمون برن بیرون سواد یاد بگیرن، نامه عاشقانه بنویسن یا با پسرها باشن و منحرف بشن، بنابراین بهتر درس نخونن. یک کمی فکر میکنید ایشون میتونن برن کنار طالبان زندگی کنن؟ والا حقیقتا من خودم موندم نمیدونم که حالا اصلا در رابطه با بچه شما کاری نمیتونید بکنید. شما کاری نمیتونید بکنید. حالا بذارید ما پیامار بشنیم برگردیم به من بگید حال و روز دخترتون کجاست و چه هست، یه چیزایی توصیف کردید. شما این دارید اومد یه بچه بسته، دست بسته، پا بسته، افسرده، نگران، غمگین، خشمگین درست کنید. خب انتخاب دیگر شما و پدرشه، ولی این نگاه آیا یه نگاهی است که شما هست هزار تا ایرانی که در این کشور هستن مانند شما عمل میکنن؟ از این هزار تا چند درصدشون پدر و مادر مانع رفتن دختر 16 17 18 سالشون به جمعی از بچه های مدرسه میشن؟ چند تاشون؟ حتی مطمئنم 10 درصد هم نیستن، 5 درصد هم نیستن. خب که دی میشه شما غیر عادی و متفاوت باشید. بستر دختر من بود، دختر بزرگم و
روابطش با پدر مادرش، کلا روابط خانوادگیمون. خدمتتون عرض کنم که از نظر روحی دختر من بسیار مضطربه و رابطه خیلی، یعنی نه تنها خیلی رابطه، اصلا نزدیک با پدرش نمیتونه برقرار کنه، نه اینکه دوستش نداشته باشه، خیلی زیاد عاطفی و خیلی زیاد دوست داره پدرش رو، منتها خیلی میترسه و اینو بارها به من گفته. سرکار خانم مطلقا پدرش رو نمیتونه دوست داره. خیلی نگید این حرفا رو، من چطور میتونم از یه خب آخه این من به من نفرمونی کسی از کسی میترسه ولی دوستش داره، یعنی چی؟ این دو تو هم چرت و پرت. نه ببینید، من موضوع من این نیست. بذارید موضوع رو از یه جهت دیگه شاید به یه جایی برسیم. واقعا پرسش شما یا نگرانی شما چیه؟ اونو مطرح کنید یا مسئله چیه؟ من ببینم چه میشه کرد. ولی این گزارش ها که اصلا دقیق و درست نیست. دختر شما این گونه که بیان میکنه، من میگم دختر شما صرف نظر از شما و پدرش به عنوان یه دختر اشاره کردید که شبکه‌ای از دوستان و روابط رو نداره، میره مدرسه میاد خونه. خب برای من خیلی مهمه که از نظر استراب، افسردگی، استرس، خشم، احساس خجالت، احساس گناه، خوابش، تغذیهش، ورزشش، اینا کجا قرار داره؟ همه اینها دکتر توی سطح بسیار پایینی هستش. الان بچه من ورزشکار بود، یعنی 17 تا مدال گرفته بود مثلا برای شناش، ولی الان اصلا ورزش نمیکنه. یه حالت نیمه افسرده داره، فقط میاد میره توی اتاقش، صحبت نمیکنه زیاد با در واقع ما و استراب بسیار زیادی داره و این ترس و استرسی که داره، مثلا امشب تا یک کمی صدای پدرش رفت بالا، پشت در رفته بود نشسته بود چون میترسید که دعوا بشه و پدرش داد بزنه و این خیلی من نگران میکنه. حال روحی خوبی نداره در واقع، حتی درساش هم افت که افته، تحصیلی هم هست. حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، یه سوالی ازتون بکنم. شما چه اندازه درباره خانواده همسرتون از نظر مسائل مشکلات روانی میدونید؟ والا حقیقتا من خواهر همسرم رو خوب دیدم، کسی که باهاش زندگی کرده و بسیار خانم خوب و محترمی هستن. مادرشون رو دیدم ولی از بقیه خانوادهشون ارتباطی به شما نداشتیم. من راجع به ارتباط نمیگم، میگم چه خبری دارید، اگر داری یا ندارید که ندارید. والا من خودم خودیشون هم فکر نمی کنم خیلی خبر داشته باشن چون خیلی در ارتباط نیستن و همینطور من باقی مسائلشون رو، من به باقی خواهر برادرشون اصلا خیلی ما در اطلاع نیستیم. اوکی. حالا همسر شما و همسرتون، خودتون، رابطتون خارج از موضوع بچه ها چطوره؟ به طور عادی خوب آقای دکتر، ولی بزرگترین مشکلی که در واقع همه ما داریم و من هم دارم اینه که ایشون خیلی زود عصبانی میشه و به هیچ عنوان نمیشه باشه و شروع میکنه داد زدن و فحاشی کردن، فروکش هم میکنه سریع. ولی خب معمولا حتی گاهن خود منم میترسم که یه حرفی بخوام بزنم یا یه بحثی بخوام بکنم. توی این یه مورد خیلی خوب نیست، یعنی اصلا خوب نیست، ولی خب به صورت عادی وقتی که نرمالیم و عادی هستیم همه چی خوبه. حالا سر چه چیزایی شما با هم اشکال و اختلاف پیدا؟ حقیقتا ما زیاد با هم حرف نمیزنیم و بحث نمیکنیم به خاطر اینکه بحثی پیش نیاد، ولی معمولا سر حتی موضوعات کوچیک میتونه ایشون عصبانی بشه و شروع به داد زدن. حالا میتونم بگم سر هر موضوعی، گاهی مثلا اگه پنجره هم باز باشه بخوره به هم، یهو عصبانی میشه. اوکی. خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ یکی این که من آیا راهی هستش که ایشون در واقع بتونه یه مقدار این عصبانیتش رو کنترل کنه و کمتر؟ حتما راهی هست، ولی ایشون اصلا تیپشون نیست که بخواد وقتی آدمی با این گونه، چون ببینید زمینه عصبانیت استرابه، افسردگیه، استرس، خجالت، وحشت، اینا اونجا نشستن و
و بعدم ایشون برای خودش یه دنیایی داره اینگونه که شما توصیف میکنید، یه دنیایی داره، باورایی داره، احساساتی داره که به نظر میرسه با شما یا بقیه اونقدر سازگاری نداره. و بعدم واکنشی که ایشون داره این عصبانیت. حالا یه سوال، آیا در محیط کارم ایشون همینطوره؟ موارد خیلی کوچیک پیش اومده که خب خیلی زود عصبانی شدن، ولی خب خیلی جدی نبوده. این سعی میکنه حالا یه مقدار بیشتر کنترل کنه توی محیط کار با بقیه. حالا خب ایشون همین است که هستن و اون نگاه و نظرم راجع به بچه ها دارن. شما هم که دو تا دختر دارید، حالا دختر دومتون حالا وضعش چطوره؟ دختر دوم من خب هنوز 13-14 سالشه، 13 سالشه. خصوصیات اخلاقش خیلی شبیه پدرش، یعنی خودش رو خالی میکنه. وقتی عصبانی یا چیزی رو فکر میکنه به زبون میاره، عصبانی میشه، میگه، بیان میکنه و این خیلی خوبه. ولی خب حالا اونم یه چندتایی دوست داره از نظر روابط اجتماعی خیلی بهتر از دختر بزرگترم هستش، ولی خب اونم با پدرش یه مقدار مشکل داره. اونم حس میکنه که خیلی محیط خونه محیط صمیمی نیست، یه مقدار تنش داره و این باعث استرس و اضطرابش میشه. شما از اعضای خانواده و فامیلتون کسی در اونجا هست؟ بله، من برادرم اینجا زندگی میکنه، البته خیلی نزدیک نیستیم، شهر دیگه هستن. و خود شما کار میکنید یا نمیکنید؟ بله. اگر درآمد شما 100 هست، درآمد همسرتون چقدر؟ ایشون درآمدش خوبه، خیلی بالاست به نسبت. خب نسبت رو میخوام. من متاسفانه نشنیدم که گفتید اگر درآمد من، اگر درآمد شما 100 یورو، 100 کرون، 100 هر چی، درآمد اگر درآمد من 100 هست، درآمد ایشون 300. یعنی 3 برابر شما. بله. اوکی. حالا به هر حال، حالا اگر ایشون می آمدن روی خط و من گفتم یکی 2-3 دقیقه وقته، شما گله و شکایتتون از همسرتون یا بچه‌ها چه هست، به من چی میگفتن؟ ایشون الان هستن، اگر میخواید میتونم بگم که نه، من اصلا نمیخوام. من اگر دوستان میخواید میگم، ای میامدن رو خط اشکال و اعتراض رو چی میدونست؟ ایشون اعتقادش برای اینه که زمانی که، اعتقادش اینه که خانواده معنای خودشو داره و من به عنوان مدیر این خانواده، رئیس این خانواده، چرخاننده این خانواده باید مراقب خانواده هم باشم و مادامی که بچه ها توی یه خونه هستن که به سلامن خرجشون رو میدم، کمک میکنم به بزرگ شدنشون، وسایل راحتیشون رو فراهم میکنم، اونها هم مسئولند که در واقع جوابگو باشند به من در رابطه با درسشون، در رابطه با زندگی روزمرهشون و تکالیفی که دارن و این چیزا. و در رابطه با من هم ایشون خب فکر کنم بزرگترین چیزی که دارن میگن که خب اگر من نبودم تو خودت بیتی نبودی و من خیلی فرق دارم با بقیه آدم ها. من موقعیتم، شرایطم، وضعیتم، اونجوری که من بزرگ شدم همه نیستن و خیلی کم پیش میاد افرادی که مثل من بودن و من بودم که در واقع این خانواده رو جمع کردم، نگه داشتم و اگه من نبودم معلوم نبود الان شما چی میشدید. و نظرشون اینه که خب من خیلی مچور نیستم برای زندگی و شاید تلاشم رو به اندازه کافی نمی کنم. بکنم این چیزها رو بگم. برای پرسشتون از من چی عزیز؟ من چجوری میتونم به دخترم کمک کنم آقای دکتر و چجوری میتونم شرایط این خانواده رو بهتر کنم؟ شرایطی که الان دستتون با توجه به توضیحاتی دارید بسیار بسته و محدوده.
ممکنه امروز بتونید یه حرف رو نزنید یا یه کار رو بکنید یا نکنید، یه ذره اوضاع آروم بگیره، یا درست برعکس کنید شما کاره ای نیستید. یعنی در یه جایی هستید که کسی با قواعد و قوانین خودش و با فرضی که ایشون دارن این است که من چون پول میدم حق دارم تصمیم گیرم دخترم با کی حرف بزنه یا نزنه. یعنی این ماجرا هیچ ارتباطی به دادن هزینه و ما بچه ها رو به این دنیا آوردیم، مسئولیت هزینه شون داریم، به طور که اگر نکنیم میریم زندان. بنابراین این چیزی نیست که بعدا به خاطر اون امتیاز بگیریم. حالا که من خرجتون رو میدم پس من تصمیم میگیرم شما به مهمونی برید یا نرید. و واقعا ما در دنیایی هستیم که آدما حتی تو محیط کار نه خودشون رو میفروشن نه تا کارشون رو میفروشن، ساعت کارشون رو میفروشن. شما میدید چه کار میکنید، میگن ساعتی 100 دلار یا 10 دلار بهتون میدید، نه خودتون رو فروختی که بگن تو ما مالک توییم، نه تا کارتون رو فروختید که به شما بگن این کار یا اون کار، شما ساعت کارتون رو فروختید. به همینجاست که خیلی از اوقات اصلا میگن ساعتی دستمزده. معذرت میخوام آقای دکتر، من اصلا صداتون رو نمیشنوم. من نمیدونم چرا، ما صدامون کم نه، رادیو نیست، شما مسئله اونجاست. عرض من این است که شما، ما تو دنیایی هستیم که آدم های غریبه با وجودی که پول میدن یک کسی رو استخدام میکنن ساعت کارش رو خریدن، نه خودش رو خریدن، نه حتی کارش رو خریدن، نه تخصصش رو خریدن، ساعتش رو خریدن. امروز شما اگر یه دکتر هستید در امریکا، یه روانشناسید، یه کسی که به شما تلفن میکنه میگه من میخوام شما رو ببینم، شما میگید من ساعتی 200 دلار میگیرم، تکلیف رو روشن کنید. نه خودتون رو فروختید، نه دانشتون رو فروختید، شما یه ساعت وقتتون دارید به این. چطور یه پدر و مادر میتونن بگن چون من خرج تو رو میدم من مالک تو هم و تو خودت هم به من فروختی، هرچی هم داری از آن منه چون من خرجتو میدم. پدر مادری که تصمیم گرفتن بچه به این دنیا بیارن اصلا تعجب میکنم. ولی خب من یه چنین باور و اعتقادی رو چه کنم، اونم با اون نگاهی که شما فرمودید که ایشون اگر بچه ها بخوان برن یه محیط خریدم باید که باشون بره چون دزدی و اینا زیاد شده. من نمیدونم عزیز، یعنی این مال دنیای امروز و مال اروپا نیست. و همونطور که عرض کردم اگر شما به 100 تا خانواده نگاه کنید، چه اروپایی چه ایرانی که مدتی اونجا هستن، حتما 95 تاش اینجوری نیستن. و ما وقتی مختلف و متفاوتیم باید این احتمال رو بدیم که شاید اشتباه میکنیم، و اگر حتی اشتباه نکنیم بچه های ما با مختلف و اینقدر متفاوت بودن تو زندگی از پا در میان. حالا اگر یک زمانی دختر من بخواد وارد حالا جمع دوستاش بشه، آیا نیاز به هیچ پیش زمینه هست، یه آگاهی هست برای ایشون؟ چون ایشون بیش از شما همه چیز. آخه ازم شما بیارید یه حرفایی میزنید که با فرضای ذهنی بیمعنی است. ازم بچه ها بیش از من شما میدونن دور برشون چه خبره. دختر شما اگر یه دختر عادی بود 10 برابر شما بیشتر میدونست که اصلا محیط چه خبره، سیگار کی میکشه کی نمیکشه، چرا میکشن، بچه ها چجوری دروغ میگن، بچه ها چجوری دوست پسر و دختر پیدا میکنن. شما احتیاج نداره که شما بخواید راهنماشون باشید. براوه اذیت نشید لطفا، لطفا اذیت نه. شما پدر مادر آگاه دانایی هستید که آره بچه ها بیان از شما بپرسن. شما این همه باور به این که ما میدونیم اونا نمیدونن، یا اصطلاحی خودتون ما مچور، همسرتون مچور شدن شما تازه نشدید، آخه اصلا یعنی چی عزیز؟ آخه این یه دنیایی برای خودتون ساختید که نه ایرانیه نه اروپاییه نه واقعیه. خب دارید باش زندگی میکنی، من چه کار کنم عزیز؟ چرا منو از آغاز دیدم هیچ؟ شما پر کدوم ایستادید تا اینکه ببینیم بچه ها چی از آب در میاد. فقط من نمیدونم بعد از 18 یا 20 سالگی یا بعد از اینکه رفتن همچی فشارهایی بود ول کردن درسشون رو یا درسشون رو خوندن رفتن سر کار خواستن جدا بشن، حالا بخواید چی کارشون کنید؟ اگه شما فکر با این موقع اینا خوبند و بالغند و عاقلند و اینا که خوب، چه خوب. اگه بخواید هنوز تو کارشون دخالت کنید که درست و غلط و خوب و بد چیه،
من نمیدونم بگذارن یا بشه اونم تو اروپا. بله میفهمم آقای دکتر. بنابراین فعلا در حدی که میتونید اوضاع رو آروم کنید که این ایام بگذره. امیدوارم اگر این مطالب رو همسرتون شنیدن، اگر خودشون دلشون خواست با شما نه تنهایی روی خط بیان، خوشحال میشم با هم صحبت کنیم، چون من این روش پدری و مادری رو اصلا نمیپسندم ابدا. پدری و مادری پرورش و تعلیم و تربیت یه خانه است که کفش عشق و محبت، دوستی، سقفش نظم و انضباط و آرامش، چهار دیواریش آموزشه. مسئله فرماندهی و فرمانبرداری و مالکیت و کنترل و دستور و باید اطاعت کنند و به میل من عمل کنند، تمام این دورانش به سر آمده عزیز. این مال دورانی بوده که آدم ها برده و بنده می شدند، نه دوران آزادی و همکاری انسان. به همجاز که به جای لغت احترام حرمت نشسته، به جای لغت اطاعت که در گذشته بوده همکاری نشسته. شما سیدی بخش اول رو بشین، 15 تا چیز عوض شده. ما یه روزی بوده که آدم باید یاد بگیرن چگونه اطاعت فرمان کنن، از خدا گرفته تا پیغمبر خدا تا بر. امروز شده همکاری، چگونه میتونیم با همه همکاری کنیم، هر جا میریم چجوری میتونیم یار و یاور هم دیگه باشیم. اطاعت و فرمان آقای دکتر، من اگر که فرصتش رو داشته باشید، همسرم الان میخوان یه چند کلام با تو صحبت نه من میخوام ببینم ایشون اگر حرفای ما رو شنیدن، اگر نه بله شنیدن حرفمون. الو بفرمایید. سلام علیکم. سلام بفرمایید. خیلی خوشحالم با تو صحبت کردم دکتر. منم بسیار. شما همسرتون فرمودن که شما گفتگوهای منو با ایشون رو شنیدید؟ بله. خب چیزی هم که ایشون گفتن که فقط من یادآور میشم، گفتن که همسر من خیلی زود عصبانی میشند، حالا چیزای دیگه هم میشه. آیا واقعا این یه واقعیته؟ گزارش ایشون درسته؟ در برخی موارد درست. خب حالا شما نظر من رو در این باره میدونید، من یه توضیح کوچکی خدمتون عرض میکنم. ما یه چیزی داریم اسم خشم. یه چیزی داریم اسم خشم، انگر، که یه احساسی که همه ما خشمگین میشیم، میتونیم بین روزی 5 دفعه 10 دفعه تا حتی مطالعات نشون بده 1000 دفعه. عصبانیت یه رفتاره که یه گفتار یه رفتار. حالا این نتیجه من باورم اینه که هیچ پدر و مادری حق ندارند در مورد بچه ها عصبانی بشه، هیچ وقت، حتی یک بار. برای اینکه بچه ها عصبانی بشه، بچه ها بمبه در حقیقت براشون. وقتی که من عصبانی میشم انفجاره و یه چیز رو تو وجود اینا از هم میپاشه، و یا شاهد عصبانیت باشه، چون قاعده علمی اینه که شاهد جنایت قربانی جنایت. در کودکی همینقدر که من شاهدم، برای این اختلاف پدر مادر برای بچه ها چیزی که میاره اضطراب میاره، حتی وحشت میاره، افسردگی میاره، خشم میاره و احساس درماندگی و بیچارگی. یعنی من هیچ کارم هیچ کاری نمیتونم بکنم. به همین جهته که حرف این است که این موضوع به بچه ها آسیب میزنه. من صحبت کنم؟ حتما. فرمایش شما که کاملا درسته. در یک دنیای پرفکت قطعا اینطوریه که بهترین حالت و بهترین محیط اینه که یک محیط باشه که کاملا عاری از همچین مسائل و عصبانیت. در این مورد در اگه بحث شما راجع به عصبانیت هستش، اینها من گفتم که در بعضی موارد در رابطه با بچه ها که بحثی وجود نداشته، در رابطه با مادر بچه ها چون بحثی رو پیش کشید که نظر من بسیار بسیار طرز فکر طرز طرقه خیلی غلطی بود و آسیب رسونندهی بود، واضحه که من عصبانی شدم. و واقعیت اینه که ما سنسورامون متفاوت کار میکنه. بعضی ها نسبت به مثل مسائل حساس دارن، بعضی ها کمتر حساسن. به هر حال من این رو میفهمم که توی دنیای پرفکت و کامل خیلی خوب این اصلا... پیش نیم. نه 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 بحث پرفکت و کامل نیست. نه نه ببخشید منو، شما بس کی گفته نه هیچ موجودی پرفکته، نه هیچ روزی ما کاملیم، نه هیچ کار ما کامله، همیشه ما ناقصیم.
حتی هر کاری که یه ساعت کنیم دو ساعت با دنیای پرفکت نیست. پدر مادر قرار نیست، چون عصبانیت مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه، آسیب میزنه. مثل اینکه من بچم رو از مثلا نذارم بره مدرسه، یا از خونه بیرونش کنم، یا خدای ناکرده ببخشید بهش آسیب بزنم یا بهش تجاوز کنم. نمیشه گفت که چه دلیلی، فایده ای عصبانیت چیه، چه مشکلی رو حل میشه مسئله. بعدم ما این عصبانیت رو که همونطور که میدونید یه جای اگر پلیس اونجا ایستاده باشه، همون عصبانیتی که من شدم تو خونه جلو پلیس نمیشه، چون در یه جایی مثل امریکا اونجا رو نمیدونم، دستبند میزنم من برن زندان نمیکنم. پس معلومه من در اختیار و کنترلم هست که عصبانیتم رو کنترل، خشمم رو نه، من ناراحتم، من شده بچه‌هام کاری کردن که سر شب تا صبح نتونستم بخوابم، ولی عصبانیت آسیب میزنه بدون که فایده ای داشته باشه. بنابراین حالا من چون یه وقت به مرز این عصبانیت و خشم شما میفرمایید شاید زیاد واضح و روشن نباشه اینها، ولی به بحث مثلا میخوام خاطر که تو حاشیه اینها نریم، من چون فرمایشات شما شنیدم، مثلا قسمت گفتین که من برم پیش طالبان اینها، آخه ایشون میگن شما در اروپا بچه میخواد بره یه مرکز خرید، میگید من باید بیام ببینم تو اونجا چه خبره. نه، من این چیزی که اتفاق افتاده اینه که بچه ها از نظر من خیلی خیلی در واقع طبیعی و خیلی مثبته که با دوستاشو برن بیرون مال برن، ولی فکر کنم این خیلی یک روش درستی باشه که به پدر مادر آگاه باشن بچه هاشون الان کجا میرن با کی میرن. خیلی راحت میشه گفت من الان ساعت مثلا 4 بعد از ظهر میرم با فلان دوستم سعید، افشین، شهلا، آذر تا ساعت 7 اونجا هستیم و برمیگردیم. خیلی قابل قبول پسندیده است و چیزم غیر از این وجود نداشته. ولی تصدیق میفرمایید که به عنوان پدر مادر خب ما وظیفه داریم که تهدیدی بچه ما رو به اصطلاح خطری بچه ما تهدید نکنه. نه و همجرد. آیا شما که به مال تشریف برید از 500 تا بچه که تو مالن 1000 تا پدر مادر دنبالشونه؟ نه، ممکنه اونها اشتباه بکنن. نه اشتباه نمی کنن، اون نظر درستونه. برای که شما به هر حال بچه که میره بیرون دوچار مشکل میشه، دوچار حتما میشه. خب میشه، خب بعد ببینید که نتایجش چی میشه. بچه که میره بهش بیرون تجاوز میکنه اینها، آسیب جدی میبینه. من هر حق با شما، من اگر شما قراره که دخترای شما یا دختر پسرها و دخترای من هر وقت میرن بیرون بهشون تجاوز میکنن، بله. نه هر وقت یه نفر تصادف میکنه، شما مثلا یه نفر که رفته زندان برای تصادف رفته زندان تمام عمرش تصادف کرده، نه یه بار تصادف میکنه میرن 3 سال زندان. اوکی. میگه با من یه بار کردم، میگه درسته ولی تشخیص نمیدم خدا همون یه بار تصادف رو زندان. اون یعنی که تجاوز جمعی میشه دچار مشکلات و مسئله بسیار میشه که هر روز که تجاوز نکردن یه بار اتفاق میفته، آنچنان جریحه دار میشه احساسات و عواطف. اصلا من مثلا میفهمم بحث شما چیه، شما میخواید درباره این که ای به کسی که تجاوز شد شما فکر میکنید باشه. شما در یه جامعه زندگی میکنید که باید دنبال بچهاتون را بیفتید که من باید ببرن و تجاوز کنن بهشون. به هیچ وجه من هرچه نداشتم میگم چون که من باید برم دنبالشون. نگفتم میدونم که کجا داری میره کجا میاد، این کافیه. خب داری میگه من میخوام برم مال و این چه چیز غیر عقلانی. نه هیچی، نه میگه میخوام برم مال با دو تا دوستم. باش اشکال نداره، برو با این میری با اون، من بدونم اصلا نفتی که شما تصادف کردی من بدونم با کی بودی که بیان میگن آقا کجایی، کجا رفتی، کجا داشتی. حالا البته اونم فرقی نمیکنه. نه ببینید عزیز، شما من میفهم پس بچه هایی به شما اعلان کنن با کی دارن میرن کجا، شما باش مشکلی نداریم، اصلا مسئله نداریم با به هیچ وجه. ولی همسرتون متاسفانه اشتباه کرده، اینو نگفته. بله من میشنیدم همسر من درست اطلاعات ندادن. بحثی که بالا گرفت سر این بود، گفت روز شنبه میخواد بره مهمونی هالوین و من گفتم اونجا که میده بعد ببینیم کجاست، برای اینکه برای اولین باره یک محله که 50 کیلومتر دورتره ببینیم آره اونجا کیا میرن، چجور آدمایی هستن و معمولا اشکالی نداره که برای اینا بچن، یعنی مسئولیت نداره، یک بزرگتری مثلا باید باشه که مسئولیت پذیر باشه. آره امروز خونه ما مهمونی اینها، مثلا دختر شما هم دعوته، خیلی خیلی طبیعیه، دختر من بلند میشه میره یه جایی که من میدونم کجا داره میره، یک آدم مسئولی خونه رو درست چیز کرده،
به اصطلاح اینا رو تحویل میگیره و هیچ خطری اینا تهدید نمیکنه. خب میره و میاد دیگه، من 4 میرم میذارمش، 8 شب میام دوبارهش، 9 شب میام، 10 شب میام دوبارهش. ولی جایی که من نمیدونم کیم، به قول شما که فرمودین که حتما اینطوریه، ممکنه مشروب بخورن، ممکنه مواد مخدر مصرف کنن که خیلی زیاده توی سوئد، کشوری که ما زندگی میکنیم. اومده به بچه‌ی من چند نفر تجاوز گروهی کردن، ممکنه 1 در 1000 باشه ها، ولی آسیبی که میزنه به حدی جدیه که من مجبورم اینجا مسئولانه بگذارید من به شما یه چیزی بگم. اگر حرف شما این است که دختر من برای شب هالووین که شب غیرعادیه و متاسفانه اتفاقات غیرعادی میفته، میخواد پاشه بره یه جایی که 50 کیلومتر یا هرچی دورتره و ضمناً یه دهی که نمیدونیم 5 نفرن یا 50 نفرن اونجا، حق با شماست که بگید من نمیخوام تو بری. دقیقا همین بوده، همسر من بغل من نشسته، اگه چیزی غیر از این بوده ایشون بگه غیر از این. این حرف شما دقیقا درسته. این سناریو بوده، نه اینکه بریم مال شما... من میگم چرا بخوای بریم مال. این حرف شما درسته، به همجاست که من همیشه عرض کردم. ببینید عرض من این است که ما در یه دنیایی هستیم که یه اصولی رعایت میکنیم، ولی من فرضم این بودی که بچه های من دوستان خوبی دارند، جای خوبی میرند، کار خوبی میکنند، پس من نگران نیستم. ولی اگر دوستانشون رو من نمیشناسم و معلوم نیستم 5 نفرن یا 50 نفر، یه جایی دارن میرن که اونجا برای من آشنا نیست، همونطور شما گفتید محیط خانواده نیست که 4 تا بزرگسال اونجا باشن و در اونجا معلوم نیست چی کار میخوان بکنن و احتمالاً یه همچی شبایی که مردم غیر عادی میشن مشروب و مواد مخدر و ایناست، همه اون خطرها هست. و بنابراین اگر دختر منم بود میگفتم نمیخوام بره. من غیر از هیچ چه بوده آی دکتر، و اونجایی که من عصبانی شدم به این دلیل که میگه بذار بره و اینها رو تجربه کنه. من گفتم اصلا مواد مخدر نه میگه بذار تجربه کنه یاد بگیر. نه ما خودمون از رو پشتمون نمیاندازیم پایین که قانون اجازه برای تجربه. من همین فرمایش شما رو کردم، گفتم دقیقاً همین فرمایش شما رو کردم. اصلا جای تجربه اینجا نیست. خب بنابراین جای تجربه نیست، ما با هم مسئله نداریم. بنابراین مواظبت و مراقبت رو کاملا بسیار قبول دارم، ولی مشروط بر اینکه سر یه چیزایی مطمئنیم که چه خبر است. تازه اونام یه خطرات داره، ولی به گونه‌ای که شما می‌فرمایید بذار راحتتون کنم عزیز. من بچه‌هام حق ندارن اگر فرض کنید ژانویه هست برن بیرون، برای که اون شب نیمی از مردم مستند. نه دلیل نداره ما رانندگی کنیم اون شب. بچون اولا با فرمایشش موافقم. بنابراین اون شب شب مناسبی نیست برای بیرون بودن تو خیابون بعد از ساعت مثلا 12 که برمیگردن. شما من میگید 7-8 شب، بله. به همین جهت است که تو این گونه موارد یه جایی نزدیک یا اصلا یه جایی باشه، 4 تا از دوستان باشید اونجا بمونید، حالا تا 2 و 3 یا اصلا زودتر بیاید. ولی معلومه برای که میزان تصادفات با توجه به مشروب دفعه 5 برابر 10 برابر میشه و در شرایط خطر که شما قرار نیست وارد یه همچین منطقه بشید. من باتون هیچ مسئله‌ای ندارم، ولی مادام که بدونیم بچه‌ها وقتی خوبن، دوستای خوبی دارن، جای خوبی میرن، جایی برای نگرانی نیست. ولی برای این گونه موارد آقای دکتر اولاکوی گرامی، من یک چیزی بخوام اضافه کنم. دختر من به اصطلاح جهشی درس خونده، یعنی امسال 17 سالشه، ولی با بچه های درس بخونه که 18 یا 19 سال سن دارن و اونها به لحاظ آشنا شدن با یه سری مسائل از دختر من بسیار بسیار جلوتر هستن و من خیلی دوست داشتم که دخترم قدری به اصطلاح بالغتر بود، قدری خردمندتر بود و یه سری پیچیدگی‌ها رو بهتر می‌فهمه. ولی از در این نقطه که من وضعیت رو می‌بینم و اینها، دخترم به اون بلوغ و به اون در واقع اعتماد به نفسی نرسیده که بتونه مسائلی که بچه‌هایی که خیلی ازش اولا بزرگتر هستن و بعد چیزهایی رو تجربه کردن که برای دختر من بسیار بسیار. نه باتون موافقم عزیز، در اینکه شما باید محافظه‌کار و محتاط‌تر باشید، اونم به دلیلی که خارجی هستید و بچه های همچین تجربیات تو محیط خانه و خانواده نشوشن، با تون موافقم عزیز. من فکر میکنم اینجا با هم اختلافی داشته باشیم. نه به همین جد است که دختر شما قراره فرصتی برای یافتن دوستای خوب، 2-3 دوست دختری که با هم آشنا باشن برن بیان فراهم کنه که اون براش کفایت بکنه. ولی یه همچین محیط های شب نمیدونم ژانویه و هالووین و اینا وقت مناسبی برای یه دختر جوان توی محیط ناشناخته و بزرگ که نمیدونیم تعداد 5 نفرن یا 50 نفرن یا 200 نفرن حتما نیست. با تو موافقم.
من مثل که خانم یه نکته‌ای داره اگه محبت سنیل است. من معذرت میخوام آقای دکتر، من مجدد مزاحمتون شدم. دختر من توی شهر مدرسه میره و خونه های همکلاسی ها فرق داره، جای مختلف، دورتر نزدیکتر. بچه من تنها اصلا نمیخواست بره، من میخواستم خودم ببرم برسونمش، ولی پدرش میگه اگر قراره که 4 دوستش همین همکلاسی های خودشن، یعنی که دیگه ای نیست، بچه های مدرسه شونن، اگر قرار باشه که ایشون بره توی اون جشن از ساعت 8 تا ساعت 10-11 باید پدره تعداد همون 20 نفری که به اصطلاح توی این دو تا کلاس آخه نه آخه باید مطمئن باشید به این اعداد. نه شما نه ببینید عزیز، متاسفانه یه همچین محیط های و پارتی های از این قبیل یه مقدار درش بازه و بعد هم معلوم نیست توش چه خبره. نه یه همچین شبی شب ببینید عزیز، این شب مردم با مخصوصا زدن ماسک یه کسی دیگه میشن و یه نوع رفتارهای متفاوت. شما به من بگید از صد تا جرمی که در یک سال در یک شهر میشه، به شما میگم 60-70 تاش تو 3-4 شبه که همین شب هاست. و بعدم مگر یه فاصله طولانیه یه مقدار جای گفتگو داره. درسته دوستاش دارن میرن، ولی ایشون میتونه بره یه پارتی دیگری با جمع دیگری از دوستان دوربرشون که تعداد مثلا 5 10 نه یه فرد میخوان درگیر یه پارتی باشن. برای شما تعداد مشخص کنید، من بگید 8 دختر هستن دارن میرن یه جا، منم شما میبرید میرسونیدشون، مسئله ای من ندارم، و برشون میگردونید. اما اگر نمیدونید اونجا 8 یا 80 که نمیشه این در رو باز گذاشت. بعد مثلا چه ضرورتی داره چه اهمیتی داره؟ بحث اینه که حالا اون شب نه، هفته بعدم که بچه من بخواد بره یه مهمونی که 7-8 هستن، دوستاش هستن و حالا دو نفر اونجا رو ما با هم صحبت کردیم. ببینید عزیز، من چرا همیشه خواهشم اینه که باید پدر یا مادر اون بچه زنگ بزنه به من و بگه سلام، من آقای فلانی هستم، بچه 17 ساله. اونو قبول نیست، برای که در سوئد کسی این کارو نمیکنه، ولی شما میتونید یه جوری نه یه جوری غیر مستقیم مطمئن بشید پدر و مادر هستن تو خونه. برای که حتی ببینید در ایالت کالیفرنیا عزیز، اگر 20 تا 10 تا 5 تا 100 تا بچه جمع شدن تو خونه من و بعد یکی زیر 18 سال بود و اینجا مثلا مشروب خورد و رفت بیرون تصادف کرد، من مسئولم، برای که تو خونه من مشروب خورد، من قانونن مسئولم و مثلا کریمینالم میتونه باشه. یعنی مسئله جدیه، یه مواظبت و مراقبتی لازمه. اینکه از 10 تا جا 2 جاش هم حتما نمیشه رفت، برای که ناشناخته است. اینکه دختر شما شبکه ای از دوستان و آشنایان و رفت و آمد داشته باشه رو من کاملا باش موافقم، ولی مواردی از این قبیل یه مقدار به اصطلاح بشکن وایلد پارتی، یعنی یه مقدار پارتی های وحشیه که آدم نمیدونه سر تهش کجاست، اصلا کیا میان کیا میرن. بعدم بسیاری از آدم ها هستن که بدون دعوت تو این پارتی ها میرن، یعنی تو این جمع ها کسی مسئول دمه در که نیست، که کسی که چک نمی کنه و اصلا کسی نمیتونه مانع کسی بشه که بیاد. و بعدم اینا هستن که مسئله آفرینن. بنابراین به من میگید اتفاقات بد کی میفته؟ میگم اتفاقات بدی که نتیجه جمع آدم هاست تو این شب هاست، کریسمس، سال جدید، هالووین، حالا تو امریکا مثلا 4th of July، یعنی یه مواردی هست که ذره بیشتر باید مواظب و مراقب بود. این که با هم تفاوت داری تو میفهمم، ولی اگر قرار باشه در یک کلیاتی با هم مشورت کنید تو توافق برسید حتما بهتره. منم یه ساعت وقت رو گذاشتم، اجازه بدید همینجا تمومش کنیم. ای کاش از اول هر دو میامدید که این مشکل کمتر پیدا میشد. به هر حال مواظب فرزندانتون باشید. ممنون آقای دکتر، خیلی محبت کردید. تشکر می‌کنم آقای دکتر. تمنام می‌کنم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.